مجبوری چ... الان رو ضبطه. یک لحظه چتی جان من تو ضبطم جانم. علامت بود که همه تو میشنوید اعلام خطر یا وضعیت رو بزن. بسیار عالی. آقا یه جاهایی هست که توضیحه، من میام اینطوری سرمون میکنم تو لنز اینطوری. مجموعه یه چه مجموعه ای از دایلاب به وای فای. 3 2 1 بریم؟ بریم چه رفتیم؟ آها خیلی عالی. مجموعی که توش هستیم یعنی از دایلاب به وای فای واسه من خیلی جالبه، چون به شدت، یعنی میگم به شدت این سیستم دایلاب منو چیکار میکرد؟ اذیت میکرد. و خدا رو شکر میکنم که این سیستم وای فای اومد تا دسترسی به اینترنت از هر جایی که هستیم، خودتون میدونی چی میگم، از هر جایی که هستیم آسون بشه و امکان پذیر بشه برامون. و این نکته اساسی این که این سری از درس ها در مورد موضوع از دایلاب به وای فای حرف میزنه، به خاطر اینکه چی؟ به خاطر اینکه همه چی برای ما قابل دسترس تر باشه. تو هفته های قبل با هم دیگه صحبت کردیم در مورد اینکه هفته اول پرستش چیست، دلیل پرستش ما و کی و کجا باید خدا رو بپرستیم. حالا این هفته من با این سوال میخوام ازتون شروع کنم که فکر میکنید پرستنده کیه؟ یا بذارید ادبیاتی ترشو بگم، پرستنده کیست؟ میخوام تصویر بزرگی رو با هم نگاه کنیم تا ببینیم، بیشتر بفهمیم بر اساس اون تصویر بزرگ. من لنزا رو خیلی دوست دارم. یه نوع لنز هست که از نزدیک میگیره، یعنی فقط تو رو میگیره، میاد جلو از نزدیک، هیچ چیز دیگه دور و بر تو معلوم نیست. اسمش هست لنز نزدیک یا کلوز. یه نوع لنز دیگه هست که اسمش هست لنز باز یا واید، که همه چی هم تو رو هم تمام تصویر رو میتونه نشون بده که کجا هستی. به خاطر همین میخوایم از این دید لنز واید نگاه کنیم که همه چی رو بتونیم ببینیم. اول از همه میخوام اینو خوب گوش کنیم. پرستش عاشق خدا بودن و این عشق و زندگی کردنه. یه بار دیگه میگم، پرستش عاشق خدا بودن و این عشق و زندگی کردنه. و وقتی این عشق رو ما زندگی میکنیم، در واقع پاسخ میدیم به که بودن خدا، این که خداوندا من دوستت دارم، عاشقتم، با تمام ضعفایی که دارم تو ضعفای منو میدونی و تو میتونی منو کمک کنی. با این دل به حضورش وقتی میریم و دلمونو میریزیم، در واقع داریم میگیم که خداوندا من دارم تو رو میپرستم و این پرستنده بودن من رو نشون میده. و با این تصویر میخوایم کار رو یه ذره راحت تر کنیم و بریم یه تصویر بزرگتر رو با هم دیگه ببینیم که چی ما پرستنده هستیم. اولین موضوع، ما قسمتی از دعوت به یک پرستش جهانی هستیم. منظورم از این موضوع چیه؟ جمعیت جهان 7.8 بیلیون نفره که 2.7 بیلیون نفرش رو چی؟ مسیحی‌ها تشکیل دادن. همه به کار عظیم خدا و اینکه خدا کی هست چیکار میکنن پاسخ میدن. فقط میخوام این رو در نظر داشته باشید، هر بار که ما صدامون رو بلند میکنیم و خداوند رو میپرستیم، در واقع داریم با افراد مختلف که تو کشورهای دیگه هستن، از زبانهای مختلف، فرهنگهای مختلف چیکار میکنیم؟ همه با هم داریم به که بودن خداوند چیکار میکنیم؟ پاسخ میدیم. یوحنا خیلی جالب تو مکاشفه باب 7 آیه 9 این رو عنوان میکنه و میگه که میبینه جمعیتی رو که دارن خداوند رو از هر قوم و زبان دارن پرستش میکنه. پرستش ما با کلیسای جهانی، با افراد از فرهنگهای مختلف، از زبانهای مختلف به ما یادآوری میکنه که ما تنها نیستیم و ما جزی از این پرستش هستیم. بیاید با هم دیگه این ویدیو رو ببینیم تا بتونیم بهتر درک کنیم که از چی داریم صحبت میکنیم. Beni sevdin Rab, öyle sevdin ki biricik oğlunu verdin sen. Mi bir
تنها با همه قوم ها، بلکه ما خداوند رو میپرستیم و میپیوندیم با خلقتش و وصل میشیم به خلقتی که خداوند آفریده و همین الان داره او رو میپرسته. این رو من نمیگم، بلکه کی میگه؟ کلام خدا میگه. این رو من نمیگم، کلام خدا میگه. یه لحظه من کلامو بردارم. میخوام با هم دیگه از مزمور 148 قسمت هایی رو بخونیم. از آیه 2 میخونم. ای همه فرشتگان او را بستایید، ای همه لشکریانش او را بستایید، ای خورشید و ماه او را بستایید، ای همه ستارگان درخشان او را بستایید، ای فلک و الافلاک او را بستایید و ای آبهایی که فوق آسمان هایید او را بستایید. اینان همه نام خداوند را بستایند. خداوند را از زمین، آیه 7، بستایید. ای جانداران بزرگ دریایی و همه ژرفاها، ای آذرخش و تگرگ و برف و ابر و ای بادهای طوفانی که امر او را به جا می آورید، ای کوها و همه تپه ها، ای درختان میوه و همه سرفا، ای وحوش و همه چارپایان، ای خزندگان و پرندگان بالدار، ای شاهان زمین و تمامی قوم ها، ای امیران، حکام جهان، مردان جوان، دوشیزگان، ای پیران، ای جوانان، اینان همه خداوند را بستایند. وقتی نگاه میکنیم به کلام خدا میبینیم کلام خدا به وضوح داره میگه که خلقت خداوند دارن او رو میستایند. بیایید با هم به چند نمونه از خلقت خداوند نگاه کنیم و ببینیم هر کدوم جداگونه و با هم صداشون چطور به حضور خداوند بلند میشه. تصویری که دارید میبینید ستاره‌ای هست به نام ولا پولسار. ولا پولسار 1500 سال نوری از زمین دورتره. دانشمندان از طریق ارتعاشات الکترومغناطیسی که از طریق این ستاره تولید میشه صدای این ستاره رو با دستگاه ضبط کنند و صدای این ستاره این هست که میشنوید. توکان 47 کهکشانیه که از هزاران هزار ستاره تشکیل شده و صداش این هست. تصویری که میبینید معرفی حضور هستن دیگه، من نمیخواد بگم که چی هست، صداش این هست. و تصویر این گنجشک صداش این هست. حالا بیایید با هم دیگه گوش بدیم صدای فقط 4 نمونه از خلقت خداوند که به حضورش بلند میشه. گوش بدیم ببینیم که به حضور فقط 4 خلقت خداوند، ببینیم به حضور خداوند چطور بلند میشه. زیباست نه؟ بسیار زیباست. ما هر بار که خداوند رو میپرستیم در واقع او رو با تمام خلقت میپرستیم و با تمام خلقت به عنوان پرستندگان پاسخ میدیم به که بودن خداوند. قسمت بعدی
قسمت بعدی اینه، ما اون رو میپرستیم زیرا پرستش اتفاقیه که همین الان در آسمان در حال انجام شدنه. وقتی به مکاشفه باب 4 نگاه میکنیم میبینیم که کلام خدا میگه که فرشتگان در آسمان بی وقف 24 ساعته خداوند رو پرستش میکنن. میدونیم مثل چیه؟ مثل اینه که یه مهمونی برین بدون اینکه دعوت شده باشین و تمام افرادی که تو اون مهمونی هستن شما رو دوست داشته باشن. فکر میکنید چطور باشه این مهمونی؟ این مهمونی اینطوریه که وقتی میرید تو میتونید راحت ملحق بشین، راحت صحبت کنید و خودتون رو جزی از اون مهمونی که همه رو دوست دارین باشین. در واقع ما همی الان بچه ها میخوام بگم همی الان اگر شروع کنیم و خداوند رو بپرستیم، در واقع داریم پاسخ میدیم به که بودن خداوند به عنوان پرستندگان و اینکه چی داریم ملحق میشیم به اون پرستشی که همین الان در آسمان داره اتفاق. میخوایم با هم دیگه امتحانش کنیم؟ همین الان با هم امتحانش کنیم. بیایم با هم دیگه این سرود رو بخونیم. عظیم است نام تو عیسی، جلال با هم با من بخونی. جلال بر نام تو عیسی، قدرت از آن تو عیسی، ستاییم نام قدوست عیسی. ما چه بخوایم چه نخوایم، همین الان به عنوان کسی که خداوند رو داره میپرسته ملحق شدیم به پرستشی که همین الان کلام خدا میگه 24 ساعته تو آسمون داره رخ میده. چه اتفاقی افتاد؟ ما ملحق شدیم و پاسخ دادیم. این اتفاقی که باید تو زندگی ما بیفته و ما این رو درک کنیم که ما به عنوان پرستندگان پاسخ میدیم و ملحق میشیم به تصویر بزرگ و پرستشی که همین الان در آسمانه، پرستشی که با افراد دیگه، با قومهای دیگه است و پرستشی که با تمام خلقته. و اینکه پرستش هیچ کس کوچیک نیست. پرستشت کوچیک نیست، میخوام این رو بدونی، پرستش تو کوچیک نیست، چون پرستش آسمان بزرگه. چون وصل شدن ما به پرستش آسمان به ما یادآوری میکنه که ما تنها نیستیم. میخوام ازت بپرسم که تو خودت رو کجا میبینی؟ این سوال رو همین الان از خودت بپرس، من خودم رو کجا میبینم؟ میخوام بدونی تو قسمتی از پازلی هستی که پدر میخواد با دونستن این که تو پرستنده ای، این پازل رو با صدای تو تکمیل کنه. وقتی تصویر بزرگ رو میبینیم شاید خودمون رو نقطه خیلی کوچیک ببینیم. شاید بگیم من خیلی ریزم، ولی نقطه ای هستی ارزشمند که پدر صدای پرستش و صدای قلبت رو میشناسه و میشنوه. شاید بگی چرا؟ چون صدای تو، میخوام بگم صدای خودتو، خود تویی که الان داری این ویدیو رو میبینی، چون صدای تو شبیه هیچ کدوم از این صداهایی نیست که دور و برت داری میشنوی، شبیه صدای هیچ کس دیگه ای نیست. و این رو میخوام بگم و بدون که سرود تو متفاوته و صدای تو متفاوته و خداوند میخواد فقط صدای تو و سرود تو رو بشنوه. میخوام این رو با تمام قلبت بپذیری که پدر صدا تو میشنوه چون تو فرزندش هستی. با دیدن تصویر بزرگ آیا خودت رو پرستنده میبینی؟ این سواله، آیا خودت رو پرستنده میبینی؟ بدون اگر عاشقشی و اگر به بودنش پاسخ میدی تو پرستنده.